هفتمین روز شهریور ماه برابر با 29 اوت سال 1241 خورشیدی برابر با 1862 میلادی، زادروز موریس مترلینگ، نویسنده و فیلسوف بلژیکی که در شهر گان متولد شد و تحصیلاتش را در رشته حقوق به پایان برد و پس از آن به کار وکالت دادگستری مشغول شد. سپس به پاریس رفت و در آنجا با صاحبان علم و ادب و از جمله با رهبران مکتب سمبولیسم که عقیده دارند شعر باید ترجمان عواطف و احساساتی باشد که از اعماق روح انسانی تجلی می کند، آشنایی یافت. در این سفر بود که مترلینگ شاهکارهای مشهور خود را به جهان ادب عرضه کرد و جایزه ادبی نوبل را به دست آورد. مترلینگ در همه فنون شعر و نثر و فلسفه تبحر داشت و بعدها چنان در رشته نمایشنامه نویسی پیشرفت کرد که وی را شکسپیر بلژیک لقب دادند. نمایشنامه ها و قطعات او همه دارای کنایات و اشارات و رموز و اسرار مبهم و پیچیده است که بیشتر به صورت اپرا به اجرا در آمدند. مترلینگ ده ها اثر در زمینه شعر، نمایشنامه نویسی و غیره به نگارش درآورد که معجزه معبد مدفون، میزبان ناشناس، عقل و سرنوشت و در پیشگاه خدا از آن جمله‌اند. همچنین نمایشنامه معروف او با نام پرنده آبی از جمله شاهکارهای اوست که در مدت 15 سال به 65 زبان دنیا ترجمه شد. مترلینگ از یک طرف عارفی بود که به هستی ماوراء حواس توجه داشت و از سوی دیگر فیلسوفی واقع پرداز بود که به جهان از دریچه حواس می نگریست. در نتیجه آثار ادبی او هم جنبه های مادی و هم جنبه های معنوی حیات را شامل می شوند. وی در تمامی آثار خود ترحمی بی انتها نسبت به رنج دیدگان و عشقی لطیف نسبت به هم نوعان خویش ابراز می کند و می گوید هرچه بیشتر درباره خوشبختی می اندیشیم بیشتر به اتکای آن بر خوشبختی دیگران پی می بریم. سال 1363 خورشیدی برابر با 1984 میلادی، در گذشت پیر جومیل، بنیانگذار حزب فالانج لبنان، وی اندکی پس از سفر به آلمان نازی و فرا گرفتن اصول و شیوه نازیسم، حزب کتائب یا فالانج لبنان را تأسیس کرد و تا زمان مرگش ریاست این حزب را عهده‌دار بود. پیر جومیل پس از چندی به عنوان نماینده مسیحیان مارونی بیروت در مجلس لبنان انتخاب شد و در طول عمر خود چندین بار به مقام ریاست جمهوری رسید. سال 1363 خورشیدی برابر با 1984 میلادی، در گذشت محمد نجیب، اولین رئیس جمهور مصر که از یک مادر سودانی در خارتوم به دنیا آمد. او پس از طی مدارج نظامی در ارتش مصر، جنبش افسران آزاد را به کمک جمال عبدالناصر و دیگران بنیانگذاری کرد. نجیب پس از کودتای 1952 علیه رژیم سلطنتی ملک فاروق، وی را وادار به استعفا کرد و خود ریاست شورای فرماندهی انقلاب را بر عهده گرفت. ژنرال محمد نجیب سرانجام به عنوان اولین رئیس جمهور مصر برگزیده شد، اما خود چندی بعد قربانی کودتای آرام ناصر گردید. نجیب تا پایان حکومت ناصر در ویلایی در شمال قاهره تحت نظر بود و پس از مرگ ناصر و روی کار آمدن انور سادات به دستور سادات آزاد شد.